روسیه در کمتر از 6 ماه دوبار به شکل علنی و رسمی علیه تمامیت ارضی ایران موضع گیری کرده. واقعیت این است که این اولین باری نیست که روسیه با نگاهی ابزاری یا چشم به خاک ایران داشته و یا علیه منافع ایران عمل کرده. برای روشن‌تر شدن موضوع باید کمی به عقب بازگردیم. تاریک‌ترین بخش روابط روسیه با ایران با قراردادهای تحمیلی گره خورده است که بخش‌های زیادی از خاک ایران را برای همیشه جدا کرده است. یکی از بدترین قراردادها بین دو کشور قرارداد گلستان است که در سال 1813 میلادی امضا شد و به موجب آن 14 ولایت قفقازی ایران با وسعت 220 هزار کیلومتر مربع از کشور جدا شد و بخش زیادی از سواحل دریای خزر شامل 120 هزار کیلومتر مربع از وسعت آبی هم از دست ایران خارج شد. همچنین با جدا شدن گرجستان از ایران، ساحل 310 کیلومتری ایران در دریای سیاه از بین رفت. کمتر از دو دهه بعد این بار قرارداد ترکمانچای بر ایران تحمیل شد و سه ایالت دیگر قفقاز از جمله ایروان و نخشوان به روس‌ها واگذار شد و مردم ایران ناچار از پذیرش کاپیتولاسیون شدند. اما عهدنامه گلستان و ترکمانچای پایان دست‌درازی روس‌ها به خاک ایران نبود. چند دهه بعد و در سال 1881 قرارداد ننگین آخال با هدف تعیین مرزهای دو کشور در شرق دریای خزر بر ایران تحمیل شد. این قرارداد منجر به از دست رفتن 1,226,000 کیلومتر مربع از خاک ایران در آسیای مرکزی شد. منطقه‌ای که نظریه پردازان بزرگ به آن هارتلند یا همان قلب زمین میگویند. سرزمین‌هایی که طی این قرارداد توسط روسیه اشغال شد شامل کشورهای ترکمنستان و تاجیکستان و بخش‌هایی از قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان است که شهرهای تاریخی و تمدنی ایران مانند مرو، خوجند، سمرقند، بخارا، خارزم و خیوه را در بر می‌گرفت. وسعت خاکی که توسط روسیه با قرارداد آخال از ایران جدا شد بیشتر از مساحت فعلی کشور بزرگی مانند مصر و نزدیک به دو برابر مساحت کشور فرانسه است. در مجموع مساحت سرزمین‌هایی که طی سه قرارداد گلستان، ترکمانچای و آخال از ایران توسط روسیه اشغال شد کمی کمتر از مساحت فعلی کشور است. اما جدای از آنچه گفته شد، چشم طمع روسیه هرگز از ایران برداشته نشد و شکل تازه‌ای به خود گرفت. یکی از تلخ‌ترین نمودهای آن در 23 ژوئن 1908 با به توپ بستن مجلس مشروطه توسط کلونل لیاخوف روس رخ داد. سه سال بعد در سال 1911 روسیه به بهانه واهی حضور مورگان شوستر آمریکایی در ایران به تهران اولتیماتوم داد و در حالی که تهران اولتیماتوم را پذیرفته بود باز هم از شمال غرب به ایران حمله کرد و با اشغال تبریز دست به کشتار مردم زد و بسیاری از آزادیخواهان این شهر را با چوبه داری که به رنگ پرچم روسیه تزیین شده بود اعدام کرد. اقدامات خرابکارانه روسیه علیه ایران همچنان ادامه داشت تا اینکه در جنگ جهانی دوم به همراه انگلستان به اشغال ایران پرداخت. اما بعد از پایان جنگ برخلاف تعهد سه دولت بزرگ و در حالی که انگلیس و آمریکا از ایران خارج شده بودند، شوروی از ایران خارج نشد و با دستور شخص استالین اقدامات تجزیه طلبانه را پیش گرفت که نمونه بارز آن تشکیل فرقه پیشه‌وری و حکومت تجزیه طلبانه وی و همچنین حمایت از اقدامات مشابه قاضی محمد در مهاباد بود که البته این بار با مبارزات مردم آذربایجان و تبریز و نیز تدبیر دولت وقت ایران ناکام ماند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در زمان جنگ عراق علیه ایران، شوروی تبدیل به یکی از بزرگترین حامیان نظامی و امنیتی صدام شد و تسلیحات روسی نقش بسیار مهمی در تقویت ارتش عراق ایفا کردند. این موارد علاوه بر بدعهدی‌های روسیه در مواردی مانند رأی به تحریم ایران در شورای امنیت و لغو و تعویق قراردادهایی مانند فروش S-300 و بسیاری موارد دیگر است. این موضوع از زمان انتقال پرونده ایران به شورای امنیت در زمان محمود احمدی نژاد که ایران نیاز به حمایت و وتوی روسیه پیدا کرد بسیار بیشتر نمود یافته است. به همین دلیل است که به گفته ظریف روسیه در جریان مذاکرات برجام یکی از مخالفان سرسخت توافق هسته‌ای بود، زیرا با رسیدن به توافق امکان بازی با کارت ایران برای مسکو از بین می‌رفت و یا حداقل بسیار سخت و محدود می‌شد. روسیه تبدیل شد از کمک کنند در سه ماهه اول مذاکرات این کارو کرد که مانع این بشه که ما بتونیم غنی سازی رو بگیریم، با اینکه میگفت اصلا هدفش این نبود که غنی سازی رو نگیریم، ما هدفش این بود که توافق نشه. در سه ماهه آخر هم وقتی دید داره توافق میشه تمام قد اومد میدون. با این حال اگر روسیه در گذشته خود رأساً اقدام به تصرف و اشغال خاک ایران میکرد،
به نظر میرسد همکنون در پرتو نگاه ابزاری این کشور به تهران شروع به حاتم بخشی از خاک ایران به دیگران کرده. با این نگاه روسیه به ایران چندان عجیب نیست که شاهد حمایت این کشور از ادعای امارات در خصوص جزایر سگانه باشیم، چرا که روسیه پس از حمله به اوکراین تحت تحریم غرب قرار گرفته و سخت به دنبال روزنه‌هایی برای خروج از این وضعیت است و در این راستا به دنبال جلب حمایت کشورهای عربی به هر طریق ممکن است، حتی با نقض تمامیت ارضی ایران.